همزمان با افزایش انتقادات در ایران در خصوص عملی نشدن وعده‌های مسئولان برای واکسیناسیون عمومی، جامعه پزشکان از شیوع گونه جدید ویروس کرونا در کشور و وضعیت قرمز سراسری ابراز نگرانی کردند. همکارم شپول عباسی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. در حالی که به گفته مقامات حوزه بهداشت و جامعه پزشکان موج جدید کرونا امکان اعلام وضعیت قرمز در سراسر ایران را محتمل کرده، طبق آمار اعلام شده در سایت سازمان یونیسف 124 هزار نفر در ایران دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند که در مقایسه با دیگر کشورها ایران 16 کشور در قعر جدول کشورهای جهان است که واکسیناسیون عمومی ضد کرونا را انجام داده است. طبق آمارهای رسمی منتشر شده در شبانه روز گذشته 22586 نفر دیگر در ایران به کووید 19 مبتلا شدند و به این به طور تصاعدی در حال افزایش است. مینو مهرز عضو علمی ستاد مقابله با کرونا نیز از سیاه شدن وضعیت پایتخت در مواجهه با کرونا خبر داده است. مطبوعات و رسانه‌های ایران نیز به نقل از مقام‌های دولتی گزارش دادند که بازار بزرگ تهران و مشاغل گروه‌های 2، 3 و 4 به مدت 2 هفته از شنبه 21 فروردین تعطیل خواهند بود. در ادامه وضعیت نگران کننده در ایران، نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا در تهران گفته که در 3 روز اخیر روزانه بیش از 1000 فرد مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان تهران بستری شدند. به گفته این مقام دولتی در چند روز آینده ظرفیت بیمارستان‌ها تکمیل خواهند شد. شپول عباسی، صدای آمریکا.